شبکه یک پارچه‌ای که قدرت تهاجمی ایران رو ارتقا داد. سلام دوستان، خوش اومدیم به یه ویدیوی دیگه از کانال پارتیزان پلاس. تو برنامه امروزمون می‌خوایم به رویکرد ایران در مورد استفاده از شبکه یک پارچه پهپادک شناسایی و رزمی توی عملیات‌های داخلی و یا برون‌مرزی که قدرت پدافندی دشمن رو خونسا می‌کنه و قدرت تهاجمی ایران رو افزایش میده بپردازیم. پس لطفاً تا انتهای برنامه همراه ما باشین. این برنامه توی سه بخش خلاصه میشه که در بخش اول در مورد مفهوم یک پارچه سازی پهپادها صحبت میکنیم، در بخش دوم به جنگ روسیه و اوکراین خواهیم پرداخت و در انتها هم آپدیت جنگنده های کوثر و قاهره رو مورد بررسی قرار میدیم. قبل از شروع برنامه لطفاً اگه هنوز ما رو سابسکرایب نکردی حتما این کار رو بکن و با لایک و کامنتت به ما انرژی بده. خب بدون فوت وقت بریم سراغ موضوع اول، یعنی مفهوم یک پارچه سازی پهپادها. یک پارچه سازی پهپادها اینه که جمع زیادی پرنده های بدون سرنشین مثل کوادکوپتر و پهپادک شناسایی و تهاجمی توی یه منطقه مشخص عملیات انجام بدن. این هماهنگی با مرکز کنترل این اجازه رو به فرماندهی عملیات میده که هر شی و هدف متخاصم رو روی زمین و هوا شناسایی کنه و اونو توی سریع‌ترین زمان ممکن منهدم کنه. این یک پارچه سازی با پدافند هوایی هم هماهنگی داره تا اگه پهپادها نتونستن هدف هوایی رو نابود کنن، شبکه پدافندی بتونه با جنگنده یا پهپاد دشمن مقابله کنه. پس این رویکرد جلوی حملات وسیع دشمن رو از زمین و هوا میگیره و حتی از نظر تهاجمی هم میشه به طرف مقابل ضربه زد. این کار از نظر تمرینی با شدت بیشتر توسط ایران توی سالهای 1397 و 1401 انجام شده و روسیه هم داره توی جنگ اوکراین از این ترفند استفاده میکنه. یک پارچه سازی پهپادها علاوه بر سامانه‌های پدافند هوایی با سامانه جنگ الکترونیک هم در ارتباطه. بالاخره با توجه به اینکه این رویکرد توسط ایران و روسیه انجام شده، دشمنان هم روند دفاعی مناسب رو با استفاده از جنگ الکترونیک و سامانه‌های دفاعی پیشرفته اتخاذ می‌کنند. پس باید هماهنگی توی همه بخش‌ها به دقت انجام بشه و از پرنده‌های مناسبی برای این طور عملیات‌ها استفاده بشه تا روند درگیری به سود ما اتفاق بیفته. توی ایران با توجه به تنوع زیاد پهپادها اینطور رزمایش‌ها زیاد برگزار میشه، البته غیر سالهای 97 و 401 که به ترتیب سپاه با 50 فروند و ارتش با 150 فروند انجامش داده، بقیه توی حجم کمتری بوده. ارزش و اهمیت این رزمایش‌ها اینه که چند هدف مهم قبل از وقوع درگیری واقعی به دست میاد، مثل ارزیابی دقت و قدرت تسلیحات مورد استفاده، میزان مداومت پروازی پرنده‌ها، قابلیت‌های سامانه‌های هدایت و کنترل پهپاد، توانمندی‌های رزمی پهپادها و ارزیابی وضعیت سامانه‌های مقابل با نفوذ و اقدامات تهاجمی دشمن. توی روز دوم رزمایش 1401 ارتش، عملیات‌های اخلال ارتباطی زمین پایه و هواپایه توی ارتباط پهپاد با ایستگاه کنترل زمینی و اخلال الکترونیک روی پهپادهای مهاجم دشمن انجام شد و برای جلوگیری از نفوذ این پهپادها به کنترل درآمدن. پس اینجا اهمیت استفاده همزمان از جنگ الکترونیک برای مسئله دفاعی دیده میشه. با توجه به اینکه ایران از قدرت‌های پهپادی جهانه، ارزون قیمت بودن پهپادها از مزایای استفاده گسترده‌شون توسط ایرانه. برخلاف داشتن جنگنده‌های مدرن که از مؤلفه‌های قدرت غرب یا به خصوص آمریکا به حساب میاد، تولید انبوه پهپاد توسط ایران و فروششون به کشورهای مختلف روند معادلات درگیری توی منطقه خاورمیانه و جهان رو تغییر داده و یه امتیاز ویژه در نظر گرفته میشه. خب حالا میرسیم به موضوع دوم، یعنی جنگ روسیه و اوکراین. از حوزه تهاجمی نه دفاعی که فعلا داخل ایران دنبال میشه، روسیه چندین بار با استفاده از پهپادهای تهاجمی از جمله بعضی پهپادهای خانوادگی که شاهد تونسته به شکل همزمان به مواضع ارتش اوکراین حمله کنه. روز 4 آذر همین امسال بزرگترین حمله پهپادی به اوکراین با 75 پهپاد انجام شد. همونطور که میدونین پهپادهای انهدامی یا به قولی انتحاری دیگه بر نمیگردن و شرط موفقیت یک کشور یا گروه توی استفاده از این تاکتیک نظامی تولید انبوه پهپادهاست تا نگرانی از بابت کمبودش پیش نیاد. روسیه قبل از استفاده انبوه از پهپاد و ایجاد تأسیسات تولید پهپاد توی جنگ اوکراین بیشتر از جنگنده های مختلفش مثل سوخو و موشک های بالستیک و کروز استفاده کرده بود و ورود ناگهانی پهپادها به نبرد قواعد جنگ رو تغییر داد، یعنی به قولی ترفند غافلگیری وارد جنگ شد. این حملات در ابتدا پدافند هوایی اوکراین رو سردرگم کرد، چون شناسایی و رهگیری پهپادهای شاهد برای رادارها و سامانه های پدافند هوایی اوکراین خیلی سخت‌تر از رهگیری موشک‌ها بود.
حتی ورود تدریجی سامانه‌های پدافندی پیشرفته غربی نتونست خیلی جلوی حملات پهپادی رو بگیره. رویکرد یک پارچه سازی پهپاد توی این مرحله جواب داد و همونطور که گفته شد باعث سردرگمی سیستم‌های دفاعی اوکراین شد تا روسیه دست برتر رو داشته باشه. اوکراین به تازگی یعنی اواخر سال 2023 مدعی شد که روسیه تو طول مدت جنگ از 3700 پهپاد استفاده کرده که میزان زیادی به حساب میاد. سخنگوی نیروی هوایی اوکراین گفته که هر شب 10 تا 15 منطقه توی این کشور درگیر عملیات‌های پدافندی علیه پهپادای شاهد هستند. اسم دیگه شاهد داخل روسیه گل شمعدونیه و رسانه‌های غربی با استناد به تصاویر ماهواره‌ای مدعی شدند که روسیه چند کارخونه تولید پهپاد شاهد رو راه اندازی کرده. آپدیت جنگنده های کوسر و قاهر. خب بخش آخر برنامه شبکه سازی جنگنده های کوسر و قاهر 313 و پهپادهای تهاجمی و آپدیتشون هست. فرماندهان نیروی هوایی ارتش در این خصوص گفتن موتور جنگنده کوسر ایرانیه و تمام تجهیزات الکترونیکش تجهیزاتیه که تو وزارت دفاع با کمک نیروی هوایی و صنعتگران کشور ساخته شده. نیروی هوایی ارتش در زمینه شبیه سازها فعالیت‌های خیلی خوبی داشته و خوشبختانه برای تمامی هواپیماهایی که داریم تونستیم به دست نیروهامون توی جهاد خودکفایی سیمیلاتور بسازیم و چند وقت آینده استفاده عملیاتی ازشون آغاز میشه. امیر خواجه فرد معاون وزیر دفاع توی یکی از برنامه‌های اخیر تلویزیونیش در مورد ارتقاهای مورد نظر روی جنگنده کوسر بر اساس سه محور توسعه جنگال و اویونیک، جنگ شبکه محور با پهپادها و نصب تسلیحات دوریستا توضیحاتی ارائه داد. مهمترین ارتقای کوسر شبکه سازی با پرنده‌های بدون سرنشینه. قبل از کوسر هواپیماهای سوخو 22 سپاه هم قابلیت دریافت و ارسال اطلاعات با پرنده‌های بدون سرنشین رو به دست آورده بود. این مسئله توی بحث عملیات‌های مشترک داشتن اطلاع از وضعیت میدان نبرد در مساحت خیلی بیشتر و البته رصد کردن تهدیدات و در صورت نیاز فدا کردن نمونه بدون سرنشین و حفظ پرنده سرنشین دار از نکات مثبت این طرح به حساب میاد. در عین حال دو پرنده میتونن توی نقش معروف به بکاو و بکش در بحث شناسایی و هدفگیری و اون یکی توی بحث حمله و پرتاب مهمات به کار برن و با پوشش دادن نقاط ضعف هم دیگه به یه زوج مخرب برای هر دشمنی توی میدون نبرد تبدیل بشن. توی سازمان نیروی هوایی ارتش به نظر پهپاد کمان 22 رو بشه گزینه مناسب برای انجام این ماموریت مشترک با کوسر در نظر گرفت. پروژه قاهر توی دو ویرایش جدید که بدون سرنشینه داره روش کار میشه. به تازگی ویرایشی از این جنگنده به کار برده میشه. حتی توی فرایند توسعه این محصولم محصول میانراهی استخراج شده که از نظر اقتصاد کار و توسعه فناوری خیلی اهمیت داره. پروژه قاهر توی حوزه فناوری به بلوغ کامل رسیده. اما وزارت دفاع توی حوزه محصول تنوع زیادی درش ایجاد کرده. یعنی به زودی نسخه های خوبی از این جنگنده رونمایی میشه که به نیروهای مسلح واگذار میشن. دستاورد تولید این جنگنده متعلق به بچه های خودمونه. متخصصای ایرانی میتونن این جنگنده ها رو به پرواز در بیارن به طوری که به عنوان یه پهپاد عمل میکنه و عملیات های خاصی رو انجام میده. خیلی ممنون که تا انتهای این برنامه همراه ما بودین. لطفاً اگه تا الان ما رو سابسکرایب نکردی حتما این کارو بکن و با لایک و کامنتت به ما انرژی بده. اون زنگوله رو هم بزن تا هر وقت ویدیوی جدیدی گذاشتیم اولین نفری باشی که اونو نگاه میکنی. و اینکه تا یه برنامه دیگه شما رو به خدای بزرگ میسپارم. خدا نگهدار.